همکارم آرش علایی از کنگره آمریکا با ماست. آرش، آیا این بخشی از همون کمک‌های نظامی دائمی آمریکا به اسرائیل یا فصل جدیدیه یا تجهیزاتی رو دارن میدن که قبلا نمیدادن؟ ببین، آره و نه. این از سوالای چالشی میپرسی تو. درست قبل اینکه بخوام با برنامه رو شروع بکنیم، اگه با هم دیگه صحبت بکنیم، میتونیم بریم تو هر کدوم از اینا واسه 5 دقیقه من میخوام صحبت کنم که چه تفاوتایی داره و چه شباهتایی داره. مهمترین چیزه که راجع به این قرارداد هست و این خبری که اکسیوس داده، اون جمله آخری است که شما گفتید، این که این قرارداد الان اعلام میشود. مدت هاست اسرائیلی ها دارن تلاش میکنن که این بسته بزرگ کمک‌های نظامی هم نیست، در واقع خرید نظامی است. 20 میلیارد دلار حدوداً 18.8 میلیارد دلار هزینه باید بکند اسرائیل برای خرید این تجهیزات، برای به روز رسانی اون جنگنده‌های F-15. اکسیوس میگوید اهمیت این خبر این است که الان اعلام شده است. سیگنالی است به جمهوری اسلامی و حزب الله برای اینکه امریکا پشت اسرائیل رو دارد. ولی همونجوری که شما گفتین، تجهیزات قرار است چند سال طول بکشد بخواهد برسد به اسرائیل. و بعد هم ما میدونیم با توجه به اینکه در اوکراین اوکراینی ها در مضیقه هستند، گلوله تانک و خمپاره الان نایاب هست. واقعا ما میشنویم مثلا در اوکراین بعضی وقتا میگن در روز 4000 یا 5000 گلوله خمپاره شلیک میشود. 50000 گلوله خمپاره فرستادن به اسرائیل خیلی هم آنچنان زیاد نیست در مقایسه با اون چیزی که ما با اوکراین در مورد اوکراین هم میشنویم. و در ضمن جزء اون بخشایی هم نیست که خود اسرائیلی هم نتوانند تولید بکنند. نکته اصلی این است که الان در بخشای مختلف این قرارداد میشود دید مثلا یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل چقدر تاثیرگذار بوده است در اینکه این توافق به انجام برسد، به خاطر اینکه دارن اسرائیلی ها در واقع روی یک تناب راه می روند. از یک طرف این درخواست ها رو دارن، این سلاح پیشرفته رو احتیاج دارن، از طرف دیگر اینجا در کنگره آمریکا هر سناتور یا تقریبا بخشی از نمایندگان مجلس میتونستن دست بذارن روی این توافق، کما اینکه سعی هم کرده بودن بخشی از حزب دموکرات که معتقدن اسرائیل باید تحریم نظامی بشود، خیلی خوشنود نبودن فرداد از اینکه آقای بایدن میخواهد این توافق رو جلو ببرد. با این حال اسرائیلی ها با صبر و بارها آمدن به واشنگتن دی سی. اکسیوس میگوید آقای گالان چند هفته پیش آخرین سفری که انجام داده بود باعث شده است که این توافق جوش بخورد. و الان هم دولت بایدن با اعلام این خبر تا حدودی امیدوار است. انتقادهایی که مخصوصا جمهوری خواهان میکردن از دولت بایدن برای اینکه میگفتن دولت اسرائیل رو حمایت کافی نمی کند، تجهیزات نظامی کافی به موقع نمی فرستد به اسرائیل و حمایت نصف و نیمه انجام میدهد، این چیزایی بود که جمهوری خواهان میگفتن. الان دولت بایدن میتواند بگوید که خب این اعتبارش مال دولت آنهاست و مدت ها سعی کردند که این توافق رو پیش ببرند. و حالا بخشایی از اون هم به خاطری که در کنگره تایید شده است، حالا میتوانند بگویند دو حزب پشت این ایستادند. بنابراین تا حدودی اعتبار برای آقای بایدن خواهد خرید در بین لابی اسرائیل. ممنونم از تو آرش علی، خبرنگار ما در کنگره آمریکا.